بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت دوستان و همراهان گرامی، در ارائه هفته گذشته اومدیم بیم تریسینگ الگوریتمی رو برای بیم تریسینگ و به دست آوردن فشار میدان صوتی به کار بردیم که شکل بیم هایی که میخواستیم در اطراف پرتوهامون تشکیل بدیم فرم گاسیان داشتن، و اما خب این روش گفتیم که با خود گاسیان بیم تریسینگ متفاوته. در این هفته قصد داریم که بیایم روش های مختلفی که برای تشکیل بیم ها استفاده میشه رو با هم دیگه مقایسه بکنیم و نشون بدیم که روش گاسیان بیم تریسینگ چه مزیت هایی نسبت به سایر روش ها داره و آیا اصلا لازم هست که ما این روش رو بیایم به کار بگیریم توی مطالعاتمون یا نه. در ابتدا برای اینکه بخوایم اینو نشون بدیم، میایم یک مقاله هستش که یکی از مقالات پر ارجاع هستش در این رابطه در سال 2019 چاپ شده رو داریم بررسی میکنیم. در ابتدا توی این مقاله اومده که پروفیل مانک رو در نظر گرفته توی مثالی که میخواد بررسی بکنه نتایج رو. در اینجا شما میتونین پرتوهای مختلف رو مشاهده بکنین که با رنگهای مختلف نشون داده شدن تا درک بهتری داشته باشین. و به طور کلی سه دسته پرتو داریم. پرتوهایی که به طور کلی فقط دارن دچار انکسار میشن و برخوردی با مرزها ندارن. یک سری پرتو هستن که به سطح آب برخورد میکنن تنها و یک سری هم هستن که به هر دو تا سطح دارن برخورد میکنن. پرتوهایی که فقط دارن به سطح برخورد میکنن پرتوهای سبز رنگن. این اینجا یک سبزی رو مشاهده میشه، تعدادشون کمه. و بقیه پرتوها پرتوهای مشکی هستن که خب هم به سطح و هم بستر دارن برخورد میکنن. در اینجا مدلات همه تکراری هستند. در ابتدا آمده پوینت سورس یک جواب توی حالت پوینت سورس رو در نظر گرفته، اینا همه ارائهشون داده شده مدلاتش. اینجا حالا آمده چیکار کرده؟ کاری که کرده این بوده که اومده پوینت سورس رو، یعنی منبع صوتی رو، اومده یک مختصات مختلط قرارش داده. و وقتی که ما میبینیم منبع صوتی رو توی مختصات مختلط میبینیم، میدان صوتی که به دست میاریم یک حالت بیم مانند داره مثل اینجا، و توضیح داده که حالا چه تغییری میکنه. باقی معادلات در اینجا همه معادلات یکسانی هستن که ما از این معادلات استفاده کردیم. اینجا میبینیم که فشار میدان صوتی از طریق تشکیل بیم ها چجوری به دست میاد، و از این معادلات قرار بگذریم و فقط حالا بیایم نتایج رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. این شکل اولی که در اینجا داریم مشاهده میکنین مربوط به حالتیه که همون حالت مثلثی بیم ها رو در نظر میگیره. میبینیم که در اینجا کاملا حالت کواستیک داریم، یعنی مکانهایی که فشار ما بی نهایت رو داره نشون میده، مقدار خیلی زیادی رو نشون میده. در شکل دومی شاهد چی هستیم؟ شاهد جیومتریک گاسیان بیم تریسینگ هستیم، یعنی همون روشی که ما اومدیم به کار بردیم و نتایجمون رو برای سد لاتیون و دریای عمان نشون دادیم، از این حالت B استفاده شده. اما حالت بعدی چیه؟ همین حالتیه که گاسیان بیم تریسینگ رو داره نشون میده، یعنی اومده منبع صوتی رو برده توی حال مختصات استوانه قرار داده و جوابها رو به دست آورده، که در واقع روشیه که گفته بودم باعث میشه که کواستیک ها رو بتونیم هندل بکنیم اگر توی محیط داشته باشیم و جوابهای دقیق تری رو به دست بیاریم. در اینجا شما میتونین جوابهای کامل رو مشاهده بکنین، یعنی جوابهای دقیق، که میبینیم که خب روش پاراکسیال بیم همون پاراکسیال یا همون گاسیان بیم تریسینگ بیشترین شباهت رو با جوابهای اصلی ما، جوابهای دقیق ما داره. هرچند که خب جوابهای ما توی روش جیومتریک گاسیان بیم هم خیلی نزدیکه به این جوابهای ما، تنها در کواستیک عملکرد ضعیف‌تری رو داره نشون میده نسبت به اون.
اما خب این روش پاراکسیال بیم هم همچنان این اثر دیفرکشن رو به خوبی نیامده، نشون نداده و از ضعفاش میتونه باشه، هرچند نسبت به سایر روش ها بهتر عمل کرده توی نمایش شادوزون ها. این از این شکل بود و اینجا هم داریم جیومتریک هات بیم تریسینگ رو میبینیم که همون روش ضعیفتره و در اینجا روش کامل رو داریم مشاهده میکنیم. میبینیم که خیلی نتایج با هم دیگه تطابق خوبی دارن. علت اینکه حالا در اینجا جواب کمی متفاوته به این خاطر بوده که زاویه هایی که به کار برده برای نمایش اون تشکیل بیم ها و پرتوهایی که توی محاسبات لحاظ شده همه زاویه رو در نظر نگرفته. اینجا دیدیم در ادامه مقاله اومده حالا یک سری از روش هایی رو برای حالت سه‌بعدی بیان کرده که ما از اینا میگذریم. در اینجا اومده دوباره همین مقایسه هایی رو اومده برای روش های مختلف قرار داده. مقاله خوبیه، دوستان میتونن این مقاله رو هم مطالعه بکنن که این مقاله هم ارجاعات خیلی بالایی داشته. فقط نکته ای که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که توی روشی که ما به کار برده بودیم نیومدیم یک حداقل مقداری برای اون عرض بیم هامون در نظر بگیریم. یعنی ما از این روش استفاده کردیم، روش GRB بدون لیمیت. میبینیم که وقتی که بدون لیمیت استفاده میکنیم بعضی جا مثلا من اگه زوم بکنم متاسفانه خراب شد. توی روش GRB اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که وقتی که ما میایم لیمیت میذاریم، یعنی یک حداقلی رو برای اون ضخامت بیم هامون در نظر میگیریم، باعث میشه که کواستیک ها رو بتونیم بهتر هندل بکنیم بدون اینکه حالا بریم توی محاسبات از طریق روش های دیگه. تو این شکل حالا نشون نمیده متاسفانه این قسمتی که میخواستم نشون بدم. آها میبینین اینجا یک پرشی داریم و تطابق ضعیفی داریم با واقعیت، اما تو این قسمت چون یک مقدار حداقلی یه لیمیتی رو اومده گذاشته واسه ضخامت بیم های ما، میبینیم که تطابق خیلی بهتری رو با جواب های نرمال مودمون شاهدیم. این نمودار قرمز جواب های نرمال مود ما هستن که باکر پیشنهاد کرده بودش که این مقدار حداقل رو بیایم یک چهارم اون ببخشید مقدارش رو پی لاندا در نظر بگیریم که لاندا همون طول موج ما هستش. بریم سراغ روش گاسیان بیم تریسینگ که یه توضیح بدیم در مورد این روش. معادلات اولیه که ازش داره استفاده میکنه در واقع همون معادلات قبلی ما که واسه ری تریسینگ استفاده میکردیم. فاز ما همون معادله رو داره و تغییری نمیکنه. اینجا آمده گفته که باید اثر اون عبور از کاستیک ها رو در نظر گرفتش که ما اونو توی تابمون در نظر گرفتیم. معمولا بهش میگن تابه KMAH. فقط تنها تفاوتی که انجام میشه توی شرایط اولیه پی و کیو که محاسبات با هم دیگه دارن متفاوت میشن. اینجا پی 0 رو 1 در نظر میگیره تو گاسیان بیم تریسینگ و کیو رو ایوم در نظر میگیره که ای چه معادله ای داره؟ ای از این معادله میتونی به دست بیاد به سادگی. تنها تفاوت دیگه هم داره که یک ضریب ثابتی رو ما باید توی معادلاتمون در نظر بگیریم وقتی که داریم از گاسیان بیم تریسینگ استفاده میکنیم و اون ضریب آلفا هستش که وابسته به زاویه‌های اولیه انتشار اومده با جوابهایی که از طریق روش دبلیو کابی به دست میاد یا روش سدل پوینت به دست میاد مقایسه ای داشته بین اون دوتا جواب ها و از این طریق اومده این ضریب ثابت رو به این شکل به دست آورده.
که اگر این ضریب رو به این صورت در نظر بگیریم، فشار امواج صوتی رو میتونیم توی میدان صوتی از با استفاده از این فرمول ها به دست بیاریم. فقط تنها تفاوتش چیه؟ یکی اون ضریب آ هستش که لحاظ شده در اینجا، و یعنی در اینجا در خط اول این معادله، و دیگری همین کیو هستش که محاسباتش تغییر میکنه، پی کیو هستن. بقیه جا محاسبات کاملا مشابه قبل، شرایط مرزی کاملا مشابه قبل. در آخرین مقاله اومده حالا بررسی کرده برای حالتهای مختلف که نموداراش رو من قبلا به شما نشون دادم، بعد نیست که حالا دوباره نمودارا رو با هم دیگه مشاهده بکنیم. اینجا میتونیم بذاریم شکل من بیارم. پروفیل سرعت صدا رو همچین حالتی در نظر گرفته، بعد اومده ریتریسینگ رو براش انجام داده. شما میتونید پرتوهای مختلف رو مشاهده بکنید که به چه فرمی هستن، و حالا اومده جوابها رو با همدیگه مقایسه کرده. توی ابتدا این حالتی که داریم میبینین همون حالت جیومتریک ریتریسینگ ساده است، که مشکلی که داره اینه که یک دفعه داره اینجا توی شادوزون افت به شدید اتلاف انتشار رو داریم، و توی حالت دومی این داره جوابهای دقیق رو نشون میده نمودار دومی. و وقتی که ما میبینیم وقتی که داریم از این شکل سوم یا همون شکل سی داره جوابها توی حالت گاسیان بیم تریسینگ رو نشون میده، که مشاهده میکنیم که خیلی تطابق خوبی با جوابهای دقیقمون داره. و در اینجا میتونیم یک مثال دیگه ای رو مشاهده بکنیم برای یک حالت دیگه ای اومده نشون داده. توی عمق‌های پایین‌تر اومده جواب‌ها رو نشون داده، که خب توی عمق پایین‌تر اگر ما بیایم پرتار رو درونیایی بکنیم، در اینجا ما کواستیک داریم. طبق بررسی ریتوری که می‌بینیم فشار یک دفعه خیلی زیاد شده. خب در اینجا یک لیمیت میشه گذاشت، اینو تا حدودی کنترل کرد. در نمودار دوم اومده جواب‌های دقیق رو نشون داده، و در نمودار سوم هم اومده جواب‌های گاسیان بیم تریسینگ رو نشون داده که کاملا تقریبا مطابق با جواب‌های اصلی ما هستش. در اینجا اومده پروفیل مانک رو نشون داده که خب جواب‌ها رو با هم دیگه دیدیم، ما دیدیم که اینجا به شدت داره شادوزون نشون میده، در حالی که خب توی جواب‌های دقیق ما همچین شادوزون‌هایی نداریم، و وقتی که از گاسیان بیم تریسینگ استفاده میکنیم شادوزون ها بهتر دارن پوشش داده میشن. نتیجه که میشه گرفت اینه که ما میتونیم با اعمال یک محدودیتی توی روش قبلی که به کار بردیم کواستیک ها رو به خوبی هندل بکنیم، اما برای اینکه بتونیم نمایش بهتری از شادوزون ها داشته باشیم و در این حال کواستیک ها رو هم بهتر هندل بکنیم، بهتره که از روش گاسیان بیم تریسینگ استفاده بشه. که این روش به نظر من توی حالا سد لاتیان و دریای عمان واسه ما خیلی مزیت‌های زیادی رو نمیتونه فراهم بیاره. انشالله حالا مدلش هم ما هم دیگه مشاهده میکنیم، اما هدف اصلیمون اینه که تو هفته بعدی مدل دبلیو کابه رو به وجود بیاریم، که با استفاده از اون میتونیم جواب‌ها رو به سرعت به دست بیاریم، و فکر میکنم که جوابهای ما خیلی سرعت بیشتری دارن سرعت ران برنامه هامون. ممنون از اینکه با من همراه بودین. تا ارائه دیگر شما رو به خدای مهربان میسپارم.